اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار با حضور چهره های برجسته در ایالات متحده آمریکا برگزار شد. حضور پرشور برخی از روحانیون شیعه در این کنفرانس بین المللی را می توان یکی از ویژگی های آن برشمرد. همکارم علی اکبری گزارش می دارد. اولین کنفرانس بین المللی دانشگاهی توسعه پایدار با حضور پرشور برخی از روحانیون شیعه طی چند روز گذشته توسط سازمان ملل متحد در دانشگاه یوتاولی آمریکا برگزار شد هدف این کنفرانس بین المللی دستیابی به 17 هدف پایدار طی 8 سال آینده بود در همین راستا رسانه های خبری گزارش دادند که بزرگان شیعه در این کنفرانس نقش برج سی داشته و ایده و ها پیشنهاد های مهمی را در راستای تحقق اهداف هفتهگانه این کنفرانس بین ارائه دادند. اهدافی که به صورت جهانی با یکدیگر در ارتباط بوده و نتیجه آنها ایجاد راهکاری مشترک جهت رسیدن به همزیستی و شکوفایی انسانیت و رفاه برای انسانها و سیاره زمین چه در حال حاضر و چه در آینده است رسانه ها به نقل از بزرگان شیعه که در این کنفرانس حضور داشتند گفتند دین مبین اسلام و همکاری با یکدیگر تاکید دارد و ما این امر را به وضوح در سیره و زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و همچنین در حکومت مقدس حضرتش میابیم. ایشان همچنین بر این باورند که کوشش و تلاش جهت دستیابی به این اهداف پایدار که منجر به خدمت به تمامی بشریت می شود در درجه اول موجب افزایش آگاهی انسانها خواهد شد و پس از آن باعث بهتر شدن شرایط کودکان بی است و به وجود آمدن انسجام اجتماعی خواهد گردید که در نتیجه آن فرصت‌های شغلی و تحصیلی فراوانی به وجود خواهد آمد و امکان ایجاد فضای گفتگو بین ادیان و پیروان سایر فرقه ها و مذاهب نیز فراهم خواهد شد. گفته اهداف توسعه پایدار در سال 2015 توسط مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و بازه زمانی به دست آوردن آن تا سال 2030 مشخص گردید. این اهداف پایدار که در این کنفرانس به آنها اشاره شد عبارتند است ریشه کنسازی فقر و گرسنگی سلامت و رفاه خوب آموزش با کیفیت برابری جنسیتی آب پاک و بهداشتی انرژی پاک و مقروم به صرفه کار شایسته و رشد اقتصادی صنعت و نوآوری و زیرساخت مناسب کاهش نابرابری ایجاد شهرها و جوامع پایدار مصرف و تولید مسئولانه اقدامات اقلیمی زندگی در زمین و زیر آب صلح و عدالت و ایجاد نهادهای قدرتمند و مشارکت در راستای رسیدن به این اهداف علی اکبری اخبار شیعه